درود بر شما شنوندگان گرامی این پادکست خبری امروز دوشنبه دوم سپتامبر 2024 اسپیس فارسی است که من پیمان جمالی اون رو تقدیم حضورتون میکنم با عبور یک شرایط شدید آب و هوایی از جنوب شرقی استرالیا به ساکنان ایالت نیو ولز هشدار داده شده است که همچنان خود را برای روبرو شدن با بدترین وضعیت آماده کنند این در حالی است که یک زن 63 ساله بر اثر سقوط یک درخت بر روی خانهاش در نزدیکی مرز ایالت ویکتوریا و نیو سات ویلز در طول شب گذشته جان خود را از دست داد و یک مرد 63 ساله نیز با جراحات در بیمارستان بستری شده است به عنوان بخشی از قوانین پیشنهادی خشونت خانگی دولت ایالت نیو ساتفلز مجازات را برای نقض مکرر یا جدی یک نوع حکم دادگاه موسوم به Apprehended Violence Order را افزایش خواهد داد. به موجب این قوانین پیشنهادی ردیابی حرکات یا ارتباطات یک شخص تعقیب در نظر گرفته می شود. این تعریف همچنین شامل ردیابی آنلاین نیز می شود. تحقیقات جدید نشان میدهد که تعداد نگران کننده از کودکان استرالیایی از آزار عاطفی رنج میبرند. سو استفاده عاطفی الگویی از رفتارهایی است که به احساس ارزشمندی کودک آسیب میرساند و بر رشد عاطفی او تاثیر میگذارد. این آزارها شامل فریاد زدن مداوم، فحش دادن، توهین، انتقاد، تهدید، صدا زدن نام کودک با نامهای آزاردهنده یا شرمسار کردن اوست. داده ها نشان میدهد که این نوع بدرفتاری رایج ترین نوع بدرفتاری است که 57 درصد از 45400 کودک استرالیایی در طول سالهای 2022 2023 مورد آزار قرار گرفتند. بر اساس یک ابتکار دولت فدرال استرالیا فارغ و تحصیلان و کارآموزان برای حفظ ناوگان زیردریایی های هسته‌ای آینده ای استرالیا استخدام خواهند شد. این ابتکار در تلاش برای ایجاد نیروی کار لازم برای توافق مصوم به اوکس به سازنده این زیر دریایی ها ASCPTYLTD اجازه می دهد تا حدود دویست کارگر سطح پایه را در دو سال آینده استخدام کند. به جویس نماینده پارلمان استرالیا وزیر محیط زیست را متهم به توطعه با یک گروه مخفی در زمانی کرده که او تصمیم گرفت مکان پیشنهادی برای ساخت یک صد در یک معدن طلا در بلینی واقع در ایالت نیو سات وز را مسدود کند این در حالی است که خانم تانیا پلیبرسک وزیر محیط زیست استرالیا در این پروژه مداخله کرد و به دلیل محافظت از میراث بومیان استرالیا مکان پیشنهادی برای احداث این صد را رد کرد اقدامی که اتهاماتی را هم از سوی حزب کارگر و هم جناه اعتلاف برانگیخت حزب سبسا در استرالیا در پیشبرد انتخابات فدرال بعدی ایده تاسیس یک سازمان ملی حفاظت از حقوق اجاره نشینان را دنبال خواهد کرد این حزب کوچک در آستانه ی انتخابات فدرال بعدی یک مرجع ملی حفاظت از حقوق اجاره نشینان را پیشنهاد کرده است که به دارای اختیاراتی برای تحقیق در مورد نقض امور مربوط به اجاره، سلب مجوز از آژانس های املاک و مستقلات و جریمه مالکان بدخلاق تا سقف 15650 دلار و آژانس های املاک و مستقلات تا سقف 78000 250 دلار است. همزمان با افزایش ناامیدی از دولت بنیامین نتانیاهو تخمین زده می شود که نیم میلیون معترض در سراسر اسرائیل تظاهرات خواهند کرد. پس از پیدا شدن جسد شش گروگان دیگر در غزه معترضان در سراسر تلاویو اورشلیم و دیگر شهرها خواستار آن هستند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اقدامات بیشتری برای بازگرداندن گروگانهای باقی مانده به خانه انجام دهد شنوندگان گرامی پیمان جمالی هستم و این پادکست خبری امروز دوشنبه دوم سپتامبر 2022 اسپیس فارسی بود که اون رو تقدیم حضورتون کردم.